اسرائیل به فکر رفع تهدید ایران. کانال 13 این کشور میگوید که کابینه امنیتی اسرائیل طرح حمله قریب الوقوع دیگر را به ایران تصویب کرده است. از سوی هم وزیر دفاع اسرائیل فکر میکند که پدافندهای ایران را از بین برده و این کشور شکننده تر از همیشه است. ایران اما میگوید که اسرائیل کور خوانده و در محاسباتش دچار اشتباه است. درود بر شما عزیزانی که این کلیپ را بیننده هستین. امروز 29 اکتبر 2024 برابر با 8 عقرب 1403 هجری شمسی است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد که وزرای کابینه اسرائیل پس از ساعت‌ها گفتگو روی چندین طرح درباره نحوه واکنش به پرتاب‌های پهپادی از لبنان به خانه نتانیاهو به این نتیجه رسیدند که حمله دیگر را به ایران انجام دهند. هرچند که گفته شده است حمله پهپادی به خانه نتانیاهو عامل اصلی حمله هفته گذشته اسرائیل بود، اما کانال 13 میگوید که این کشور تصمیم دارد پاسخ حمله به خانه نتانیاهو را ویژه و مجزا به ایران داده شود. بر اساس این گزارش در ادامه نشست کابینه اسرائیل وزرا و نهادهای امنیتی چندین راهکار را بررسی کردند، تصمیم نهاییشان را گرفته و به زودی همگانی خواهد کرد. اسرائیل به این باور است که ایران پدافند ندارد و در حمله اخیر از بین رفته و توان دفاعیش را نیز به شدت تضعیف کرده است. یوآ گالاند وزیر دفاع اسرائیل در جلسه با فرماندهان نیروهای هوایی ارتش این کشور درباره حمله به مراکز نظامی جمهوری اسلامی ایران گفته است که شما حملات دقیق به رادارها و سیستم‌های دفاع هوایی آنها انجام دادید که برای دشمن در زمانی که بخواهیم حمله کنیم یک نقیضه بزرگ ایجاد می‌کند. و افزوده است که شما به توانایی‌های تولیدی آن نیز آسیب زدید که تعادل قدرت را تغییر می‌دهد. هر دو توانایی آنها در حمله و دفاع تضعیف شده است. این اما گمان و ادعای اسرائیل است. طرف مقابل اما ایران نیز مصمم برای پاسخ دادن به حمله اخیر اسرائیل خود را نشان داده و تهران گفته است که پاسخ مناسب به حمله اسرائیل را در زمان مناسب خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران این اقدام اسرائیل را حماقت توصیف کرد. فرمانده سپاه و فرمانده کل ارتش ایران نیز تاکید کردند که آنان به حمله اسرائیل پاسخ می‌دهند. ایران اما ادعای اسرائیل برای تضعیف شدن توانای دفاعی و حملهش در پی حمله اخیر را رد کرده و گفته است که اسرائیل دچار اشتباه در محاسباتش شده است. تهران میگوید که هرچند حملات اخیر اسرائیل آسیب‌های اندک به برخی از تأسیساتش زده است، ولی توانای جمهوری اسلامی همان است که بود.